رادیو همبستگی استقبال 91.1 MHz. در جستجوی عدالت و دادخواهی را پی می‌گیریم. قرار است دادگاه جمهوری اسلامی ایران برگزار شود در لندن 18 تا 22 ژوئن. 4 سال پیش اواخر شهریور 86 سپتامبر 2007 جمعی از اعضای خانواده‌های جان سپردگان دهه 60 و جان بدر بردگان از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه با یاری و همراهی فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حرکتی را آغاز کردند و عزمشون رو جذب کردند و گفتند و نوشتند که می‌خواهیم جمهوری اسلامی را به خاطر کشتار بیش از 15,000 زندانی سیاسی در دهه 60 به محاکمه مردمی بکشیم. اکنون کارزار مردمی ایران تریبونال اطلاعیه برگزاری این دادگاه را منتشر کردند و نوشتند برای نخستین بار در تاریخ ایران و جهان مردمی ظلم دیده و تحت ستم که شاهد یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ معاصر بشری و کشتار یک نسل از مبارزان سیاسی در زندان بودند، در حالی که دادگاه‌ها و نهادهای حقوقی و قضایی بین‌المللی از رسیدگی به آن اجتناب می‌کنند، پرچم دادخواهی و رسیدگی به آن را به دست گرفتند. در این زمینه اینکه این دادگاه چگونه برگزار می‌شود، چه کسی آنها را آن را سازماندهی کرده‌اند، شرکت در دادگاه چگونه خواهد بود، با حمید سبی وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و از همراهان و دستاندرکاران کارزار ایران تریبونال گفتگو می‌کنیم. آقای سبی سلام و روز شما بخیر. درود بر شما و شنوندگان. آقای سبی اول توضیح بدید درباره این دادگاه که تعیین تاریخ شده 18 تا 22 ژوئن در لندن. دادگاه رسیدگی به جرائم جمهوری اسلامی و به خصوص کشتار دهه 60 در دو مرحله انجام میشه. در مرحله اول کمیسیون بررسی و تحقیق که در 18 تا 22 ژوئن در سالن حقوق بشر امنستی در لندن تشکیل خواهد شد. در این رسیدگی یک عده از کارشناسان بین‌المللی و حقوق دانان که کمیسیون حقیقت را یاب را تشکیل دادند، شهادت بیش از 70 یا 80 نفر از قربانیان این فاجعه را خواهند شنید و گزارشی در این مورد تعیین خواهد کرد که مبنای صدور کیفرخواستی علیه جمهوری اسلامی خواهد بود. و در آخر اکتبر همین سال دادگاهی در لاهه تشکیل خواهد شد و این دادگاه متشکل از حقوق دانان بین‌المللی است. در اونجا رسیدگی به جرائم ایران و اینکه آنها آیا جنایت علیه بشریت هستند رسیدگی خواهند کرد و حکمی در این مورد صادر خواهند کرد. دادگاه رسیدگی به جرائم جمهوری اسلامی دادگاهی است مردمی، هیچ نوع قدرت قانونی نداره و در شرایطی که نه دادگاه‌های محلی در ایران، نه دادگاه‌های بین‌المللی و نه حکومت‌های خارجی کوچکترین وقعی به چنین جنایاتی ننهادن، تنها راهی که برای قربانیان این جنایات و خانواده‌های اونها باقی مونده این هستش که خودشون کار رو به دست بگیرن و دادگاهی به این ترتیب تشکیل بدن. امیدواریم که این جنایات مقدار زیادی بیشتر مشخص بشه و به هر حال جمهوری اسلامی بپذیره که یک همچین فجایعی رو انجام داده در مقابل شهادت‌هایی که داده خواهد شد. آیا حمید سبی شما خودتون وکیل دادگستری هستید؟ آیا در میان تیم حقوقدانان هستید یا نه؟ بله، من عضو هیئت اجراییه این جریان هستم. در کمیسیون راهیابی که تشکیل شده شرکت کردم و بیش از 2 سال گذشته با این جریان همکاری داشتم. از دیگر کسانی که در این کمیته حقوقدانان شرکت دارند یا تیم دادستانی، اینا چه کسانی هستند؟ رئیس کمیته راهیاب پروفسور جان کوپر هست که از استادان معتبر و شناخته شده و وکلای به نام حقوق جزای انگلیس هستش. از اعضای تیم دادستانی سر جفری نایس هست. سر جفری نایس یکی از شخصیت‌های برجسته انگلیس هستش که دادستان دادگاه جنایت بین‌المللی بود علیه میلوسویچ. و آقای دکتر پیام اخوان که استاد دانشگاه حقوق هست در کانادا، در مکگیل کانادا، ایشون هم جزو هیئت
دادستانی هستند. در اینجا ایشون هم در دادگاه بین‌المللی ICC نقش دادستان رو بازی می‌کنه. شخصیت‌های مهم پروفسور ریچارد فالک هست، پروفسور اریک دیوید هست. اینها همه شخصیت‌های بسیار شناخته شده و برجسته بین‌المللی هستند که در جریانات رسیدگی به جرم کشورهای دیگه و شرکت داشتن و اطلاعات بسیار کافی در این مورد دارن و بی‌طرفی اونها تضمین شده است. همکاری و توجه اونا رو که شما جلب کردید چگونه به دست اومد؟ سالها طول کشید تا خانواده های جان سپردگان و جان بدربردگان این کشتار تونستند که یک گروه بسیار متشکلی از بغدانان و شخصیت های برجسته رو جمع بکنن. بعد در جلسه تلفنی که در بیش از 2 سال پیش تشکیل شده بود، ادهی داوطلب شدن که در کمیسیون راهیاب شرکت بکنن و آقای پروفسور جان کوپر ریاست اون رو به عهده گرفتن. تمام این افراد افراد بسیار خیرخواه و فعال هستند که همه به طور داوطلبانه در این جریان شرکت کردند و کمک های بسیار مهمی کردند. از جمله اعضای مهم این کمیسیون آقای پروفسور قادر اسمل بود که متاسفانه سال گذشته فوت کرد. ایشون بنیانگذار کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی بود و از همکاران بسیار مهم مندلا بود. اشخاص برجسته چون اینها تونستن که وجهه بین‌المللی به این کمیسیون راهیاب بدن و اعتبار این دادگاه رو خیلی بالا بردن. اقامه اتهامی که در این دادگاه صورت میگیره چی هست؟ جنایت علیه بشریت از موارد مهم رسیدگی است که معمولا دادگاه بین‌المللی جنایی به عهده میگیره، ولی خب متاسفانه چون ایران نه عضو اون دادگاه هستش و نه امکان دیگری وجود داره، ما امیدواریم که از طریق روشن کردن این جنایات و عمومی کردن اطلاعاتی که از این طریق به دست میاد بتونیم مقام های بین‌المللی رو به حرکت در بیاریم که بتونن در این مورد رسیدگی بیشتری بکنن. آیا اتهامات دیگه هم مطرح میشه؟ البته خود اتهام جنایت علیه بشریت خیلی رو در بر میگیره، خیلی از اتهامات دیگه رو. متأسفانه در کنار این اتهام دیگه هم هست که مطرح بشه؟ اتهام جنایت علیه بشریت البته قسمت کلیش هست. موقعی که مسئله رسیدگی میشه مشخص خواهد شد که عده زیادی از جوانان بیگناه ما رو بدون هیچ نوع رسیدگی قانونی آوردن در مقابل یک کمیته که به عنوان کمیته مرگ معروف هستش. 2 یا 3 تا سوال بسیار مختصر از اینها کردن و بدون اینکه وکیلی داشته باشن، بدون اینکه از حقوق خودشون خبر داشته باشن، بدون اینکه اصولا رسیدگی جنبه قضایی داشته باشه، اینها رو به جوخه اعدام سپردن. به خاطر اینکه گفتن نخیر ما به جمهوری اسلامی، به دیانت اسلام عقیده نداریم یا به جمهوری اسلامی عقیده نداریم یا توبه نمی‌کنیم. همین کافی بوده که این جوانان رو به زندگی اونها پایان داده بشه. این جرایمی است که از جنگ جهانی دوم تا به حال دیگه سابقه ای نداشته. بعد از اینکه این مسائل تموم شد دیگه کمتر کسی، کمتر دولتی به این سبایت، به این خشونت دست زده و یک همچین جنایت رو علیه بشریت انجام داده. متاسفانه هیچ نوع دادگاه و تشکیلاتی به این رسیدگی نکرده. خانواده های این جان سپردگان هنوز که هنوز هست نتونستن جنازه فرزندانشون رو محل دفن اونها رو پیدا بکنن و دولت جمهوری اسلامی تا امروز حتی قبول نکرده که یک همچین جنایتی انجام شده. از مقامات مهم کشوری، از رفسنجانی و موسوی و تمام کسانی که در این جریانات بودن، هیچ کدوم قبول نکردن که اطلاع داشتن حتی از این. آقای صبیح، با توجه به این که خب درباره کشتارهای دهه 60 بخصوص اوج اون کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 گزارش های زیادی منتشر شده، منتها هنوز جزئیاتی از اون فاش نشده یا اینکه روشن نشده. برای اقامه دعوا اسنادی رو که شما دارین به دادگاه ارائه میدین یا تیم دادستانی ارائه میده، آیا شاهدانی هم هستن که اونجا شرکت بکنن و در این باره شهادت بدن؟ بله، یه شاهدان مستقیم هستن، کسانی که در زندان بودن که اینها در همین جلسه جوان امسال در لندن اونها شهادت خواهند داد. اسناد بسیار مهمی جمع‌آوری شده، گزارشی هستش که جفری رابرتسون که از وکلای برجسته انگلیس هست تهیه کرده، حدود 100 صفحه است که به طور دقیق کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 اسنادش رو از جمله فتوای خمینی رو که دستور قتل اینها رو داده و اسناد دیگری که از زندان‌ها به دست آمده تمام چاپ شده، گزارش‌های مختلفی که امنستی و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر تهیه کرده بودن، تمام این اسناد موجود هستش. اون چیزی که
یافت نمیشه، اقرار جمهوری اسلامی که این جرائم انجام شدن و همکاری با دستگاه‌های بین‌المللی برای روشن کردن اینکه در این جریانات چه کسانی کشته شدن، به چه دلیل کشته شدن، در کجا دفن شدن، و اینها رو به هیچ وجه جمهوری اسلامی کوچکترین همکاری نکرده، کوچکترین اطلاعی نداده. و امیدواریم که در این جریانی که پیش میاد نه تنها اسنادش به طور مشخص از طریق مطبوعات و سازمان‌های خبررسانی مثل خود شما پخش بشه و در اختیار همه قرار داده بشه، که دیگه جای شبهه و شکی نباشه که اینها جنایتش انجام شده و بعد رسیدگی بشه، رسیدگی دقیق بشه. شما اگر بیاید به شهادت این شهود گوش بکنید، خواهید دید که چه زجری اینها کشیدن، به خصوص خانواده های اینها که حتی اطلاع نداشتن تا مدت ها بعد از قتل اینها که عزیزانشون کشته شدن. چه کسانی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت؟ یعنی افراد حقیقی یا حقوقی یا مجموعه رژیم جمهوری اسلامی یا آدمای معینی؟ با توجه بکنید که این دادگاه که قدرت قانونی نداره و قدرت اجرایی نداره، بنابراین تصمیم گرفته شد که فقط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مجموعه، دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مجموعه مورد تعقیب قرار بگیره. و با وجود این که البته اسامی زندانبان ها، اسامی کسانی که در این شریک بودن و مقامات بالای جمهوری اسلامی که در این تصمیم گیری و تشکیل کمیته های مرگ شرکت داشتن، همین اسامی هست و منتشر خواهد شد و در شهادت شهود هم خواهد آمد، ولی با همه اینها تصمیمی که گرفته شده این هستش که مجموعه دولت جمهوری اسلامی مورد محاکمه و تعقیب قرار بگیره، نه افرادش خاصی. شما گفتین این حکم جنبه اجرایی نداره، ولی در هر حال حکمی داده میشه. بله حکم داده میشه، ولی خب دادگاهی است که هیچ نوع متکای قانونی نداره، توسط فقط برای حکم توسط برای ببخشید حکم توسط چه کسی؟ یعنی یک هیئت منصفه اونجا مینشینه غیر از تیم دادستانی؟ ما یک هیئت قضات داریم که 7 نفر از برجسته‌ترین حقوقدانان بین‌المللی خواهند بود که در لاحه این رسیدگی رو خواهند کرد. هیئت دادستانی داریم که اسناد رو ارائه خواهد داد و شهادت و مدارک جرم رو، و این هیئت تصمیم میگیره و رأی صادر میکنه. رأی که صادر میکنن خب جنبه اجرایی نخواهد داشت، برای اینکه اونها هیچ به هیچ سازمان اجرایی وابسته نیستن و مقام دستگاه اجرایی ندارن. آیا طبعا این پیشینه چنین دادگاه‌هایی شاید برسه به دادگاه برتراند راسل؟ بله، یعنی نمونه اون بیشتر. بله اون نمونه اصلی این کار دادگاهی بود که پروفسور راسل درست کرد، و اگر به خاطرتون باشه در برای محکوم کردن جنایت آمریکا در ویتنام بود. ولی فرق عمده‌ای که این دادگاه با اون دادگاه خواهد داشت این استش که این دادگاه رو قربانیان این جنایت تشکیل دادن. این دادگاه دادگاهی است که دادگاه مردمی به طور واقعی است. برتراند راسل و روشنفکرانی که با اون همکاری می‌کردن خودشون جزو قربانیان فجایع آمریکا در ویتنام نبودن، در حالی که بانیان یک همچین دادگاهی کسانی هستند که از جنایات این رژیم رنج بردن. از این نظر این دادگاه دادگاهی استثنایی، اولین باری هست که در تاریخ به این ترتیب تشکیل میشه و با مشابه اون در تاریخ وجود نداشته. غیر از آن وظیفه اصلی که دادگاه برای خودش تعیین کرده، یعنی محاکمه جمهوری اسلامی، آیا وظیفه دیگه‌ای رو هم دادگاه در کنار این برای خودش قائل هست؟ دادگاه هیچ وظیفه دیگری نداره. دادگاه رنگ سیاسی نداره به اون ترتیب داره، یعنی با وجود اینکه این جنایات مورد اعتراض همه هست، دادگاه خودش رو یه تشکیلات سیاسی نمیدونه که به عنوان مثلا نه در رابطه مخارج. با افکار عمومی یا ثبت در تاریخ، البته تمام این کار رو برای افکار عمومی، روشن کردن افکار عمومی، روشن کردن این فجایع و به خصوص اطلاع رسونی به مطبوعات و مردم خارج از ایران هستش که بدونن یک همچین واقعی اتفاق افتاده. وظیفه اصلی البته یا هدف اصلی از تشکیل یک همچین دادگاهی اطلاع رسانی و روشن کردن این واقعیت هستش، و در این زمین است که ما باید فعالیت بکنیم و در اینجا خودمون رو نشون بدیم که میتونیم به راه حل دیگری هم برای یک همچین
شرکت و حضور در دادگاه چگونه خواهد بود؟ کسانی که مایل باشن شرکت بکنن؟ کسانی که مایل باشن الان وبسایتی باز شده که میتونن ثبت نام بکنن. در جلسات این دادگاه روی عموم باز هست، ولی خب ما محدودیت مکانی داریم و کسانی که علاقه‌مند هستن هر چه زودتر درخواست اگر بدن اسمشون ثبت خواهد شد و میتونن شرکت بکنن و بر اساس اون کسی هر کی که زودتر ثبت نام بکنه محل به اونها داده خواهد شد. آقای سوید، کل این پروژه مجموعه‌ای که پیشرفته برار از 4-5 سال که درگیرش بودن دست در کاران این کارزار مردمی ایران تریبونال، امکاناتی رو که بوده با توجه به این که خب امکانات دولتی نبوده، در مجموع نوشتنم که با دست خالی اینو دارم پیش میبرن، میتونید در این باره توضیحات بیشتری بدید؟ من در این زمینه خیلی دقت کردن که از هیچ نوع مقام و دستگاه و دولت و حکومتی کمک نگیرن. خانواده های جان سپردگان اکثرا دیدم ماهی 10 یورو 5 یورو بعضی ها کمتر کمک میکنن و بودی که تقریبا تمام کسانی که در این زمینه همکاری کردن و میکنن به طور داوطلبانه کار میکنن، به هیچ کس حقوقی داده نمیشه و هزینه بسیار محدودی برای این کار انجام شده و همه علاقمندان کمک میکنن. من خودم از دوستانم درخواست کردم، همه با رضایت خاطر کمک کردن. موضوع اینقدر تأسف آور هست، اینقدر از نظر روحی تأثیر مهمی گذاشته که همه حاضرن در این زمینه کمک بکنن، ولی دقت شده که از هیچ نوع دولت یا گروهی کمک مالی بزرگی گرفته نشی که مبادا سوالی پیش بیاد که این ها تحت نظر گروه خاصی هستش. تا بودجه خیلی محدودی هم داریم، ما بودجمون بسیار محدوده و در اون حد همین کارها رو انجام دادیم و خواهیم داد. و آیا بودجه کمبودی هم دارین؟ بودجه کمبود که همیشه هستش، ولی به هر حال انقدر این دوستان با صفا و با علاقه کار میکنن که هر نوع مشکلی رو حل میکنن. تا به حال که دچار مشکل مالی نشده و امیدواریم که نخواهیم شد. آیا از بازتاب این جریان تلاش برای برپایی دادگاه و جستجوی عدالت و دادخواهی کارزار مردم ایران تریبونال در جامعه از طریق رسانه‌ها راضی بودید؟ فکر می‌کنید به اندازه کافی بازتاب پیدا کرده؟ ما نه خیر، متاسفانه ما در این قسمت هم ضعیف بودیم، هم بعد نتونستیم این مسئله رو به میزان کافی پخش بکنیم و امیدواریم که در دو ماه آینده قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه بتونیم اطلاع رسانی بیشتری انجام بدیم، بیشتر به مطبوعات اطلاعات بدیم و از کمک شما که یک همچین برنامه رو پخش میکنیم بسیار ممنونیم. امیدواریم رسانه های دیگر هم مثل شما این مسئله رو بیشتر پخش بکنن و علاقه عمومی رو نسبت به این زیاد بدن. کسانی که میخوان تماس بگیرن irantribunal.com، بله؟ irantribunal.com، بله. که اونجا اطلاعات دانستنی هایی که دنبالش میگردن میتونن گیر بیارن. بله بله، میتونید در وبسایت ما تشریف بیارین در www.irantribunal.com و تمام اطلاعات در اونجا هستش. ناگفته یموند آقای سبی درباره این دادگاه. خیلی ممنونیم، تشکر از شما و رادیو شما که به ما یک همچین فضایی رو ده. متشکر و آرزوی موفقیت. متشکر، قربان شما، روزتون بخیر. آسان من چونی از تنش بود بر پیش سرگشته گشته من کشم روشنش بود پشت درگاه شب زندن نشسته خسته تنها نه صدا نه پاسخی می آید از کی باید و گیرد سراغ نیمه گم گشته اش را
دل ارزانش نهاست ارزش چشمان مبهوت رقص مجنون وار فریاد گیسوانش نقشی از خواب تک فرزندش زخم شرفی در تن میخواند یاد او را به فریاد این زن پنهان شد نشخ ساز زمانه در دستان دستانم دستانی یگانه خوابم من یا بیدار مستم من یا هوشم زندان من دستم داد لباسی که بوی تو میداد ظلمت شب یا برام نیست مرگ خورشید با برام نیست سایه شب سنگ سنگین بر دل من وقت غمگین هوا نیست در اینجا فضاییست ظلمانی شمع خاموش جلوه گر شو همچو جانم شانه بار شو رویای شبی بود از سانم حضر کرد فرزندم خوابی بود از جانم بزر کرد نخان و لبهایش خاموش از زبانش بستم بستم چشمانش خفتم آرزوی من جهانیست بدون رنج و زندان باورم برگشت فرزندم به آن دنیای پنهان آرزوی من جهانیست بدون رنج و زندان باورم برگشت فرزندم به آن دنیای پنهان از خدایان خواهم او را نبی جان یا فراموش تا بگیرم باز چو یک رویا تنش را من براموش چشمان شاد او سبز و زنده چون برگ پنهان کنم من او را ز چشمان دادخواست با صدای افسانه صادقی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز